سلام. خب بچه‌ها، ما چند روز پیش داشتیم با هم دیگه یه بحثی می‌کردیم که ده. اگه قرار باشه برای همیشه بریم روی جزیره‌ای و فقط اجازه داشته باشیم سه تا ماده غذایی با خودمون ببریم روی اون جزیره، اون سه تا ماده غذایی چیه؟ برای من عدس و سیب زمینی و برنج بود. بر تو همش کربوهیدرات بود. خب برنج و سیب زمینی کی با هم می‌بره؟ سیب زمینی کار برنج رو می‌کنه دیگه. سیب زمینی برنج. این که از این دو نمیخواستی گوشتی با خود ببری، فیله ای، عدس پروتئین داره و من خیلی کبابی دارم. بعد دیگه بحثمون اصلا از غذا اینا خارج شد، شروع کردیم صحبت کردن راجع به چیزایی که جدای جزیره و ایناها کلا توی زندگیمون برامون ضروری ان، یعنی چیزایی که باید من خیلی چیز ضروری ندارم زندگی، من آدم خاکی ام، من همینجوری ول کن یه گوشه از خودم میمونم. میدونی چی میگم؟ اصلا اینجوری نیست. امروز میخوایم هر کدوممون 10 تا چیزی که ضروری ان تو زندگیمون رو بهتون نشون بدیم. بعدش میش حرف تو اول میری؟ بریم. قبل از هر چیزی بچه‌ها، من بیشتر چیزایی که خیلی خاص خودم رو دارم میگم، چیزای بدیهی مثلا آب شرب، مثلا آب تمیز یا گوشیم یا اینجور چیزا رو که اکسیژن. آره، چیزایی که مثلا برای همه هست و دارم راجبشون حرف نمیزنم، ضروریات خودم رو دارم بیشتر میگم. اولین چیزی که من تقریبا بدون این از خونه بیرون نمیرم توت بگه، مخصوصا این توت بگ شکسپیر این کمپانیم که کتاب فروشی مورد علاقه منه تو کل دنیا، خیلی خیلی کتاب فروشی خوشگلیه. بعد این توت بگو ازش گرفتم. از کی مود شد که آدم ها گونی بگیرن دستشون؟ گونی؟ اینا گونی برنج نیستن؟ یوها از یه جایی مود شد نه؟ گونی نیست. من نمیفهم چرا توت بگ. من خودم نمیدونم قبل توت بگ واقعا چی کار میکردم بچه ها. من هیچ وقت کیف زنونه دستی که ببینم و جادار باشه و خوشگل باشه و باحال باشه پیدا نمیکنم. پس توت بگ جای خالیه، کیف داره با تو پر میکنه. دقیقاً، یعنی این پرفکت ترین اختراع بشریت بوده به نظرم. قشنگ همه چی توش جا میشه، بعد خیلی خوشگله. به نظرم از کیف خیلی خوشگل تره. پنسیلین مثلا بعدش توت بگ. چیز بعدی که من خیلی عادت دارم بهش، خیلی ازش استفاده میکنم، مرطوب کننده. ای یه چند وقت عجیب بود. من پوستم اینجاهاش خیلی چربه، ولی اینجاهاش خیلی خیلی خشکه، یعنی اگه مویسترایزر نزنم، مرطوب کننده استفاده نکنم، قشنگ پوست میشه. یعنی وقتایی که نمیزنم همه بهم میگن مثلا اینجاهات همه پوست شده. جدیدن بیشتر دارم از این برند سراوی استفاده میکنم، ولی تا وقتی که مثلا این کرم بو نداشته باشه، بوی تند یا بوی خیلی میوه‌ای یا شیمیایی نداشته باشه، من اوکیم. من بخاطر اینکه میگرنم خیلی سریع با بو تحریک میشه، هر چیزی که بوی تند و زیادی داشته باشه نمیتونم متاسفانه استفاده کنم. از مرطوب کننده استفاده نمیکنم. من اصلا نمیدونم چه جوری بدون این، اصلا نمیدونم هیچ کس چه جوری بدون مویسترایزر میتونه. به صورت و پوستم نمیزنم هیچی، صفر. میدونی من مشکل الان با این دبه مرطوب کننده ای که داری چیه؟ دبه؟ هر دفعه بخوای ازش زرار بدی بعد دستو بکنی توش، این حال نمیده که. تو یوب چرا نیست؟ تو یوب که فشار بدی بیاد بیرون. دارم توی مثلا مسافرت و تو ماشین و اینا اونو میارم. انگشتو میکنی توش همینجوری؟ یه چیزی عجیبی داری خوش برخورد. نمیدونم، خیلی کار عجیبی هایی دست بکنی تو کره. یکی دیگه از ضروریات زندگی من هدفونامه که همه جا از صبح تا شب تو خونه بیرون هر جایی که باشم همرامه، مخصوصا این هدفون این رنگ آبیشو خواهش میکنم. خیلی وقت بود میخواستم، بعد هی برای خودم نمیگرفتمش، ولی کوروش بالاخره برام گرفتشون و واقعا اصلا دائما انقدر استفادهش میکنم که واقعا میارزید. آخه دیدم هی نگاه میکنی من هدفون سرم میکنم و این چیزا، بعد منم مثل یه سمبولم بسید و دیگه یه آیدلم، گفتم مرسی. من بچه که بودم یه دونه واکمن داشتم، فکر کنم عکسش هم دارم اتفاقا، همیشه همرام بود. بعدن که اون مثلا قدیمی شد یه دونه سی دی من داشتم. همیشه دوست دارم مثلا موزیکایی که تو سرمه، موزیکای مورد علاقه‌م و اینا رو همیشه بتونم گوش بدم. یه چیز دیگه که مخصوصا از هدفون خیلی استفاده میکنم، پیانوی الکتریک. از وقتی گرفتم هدفون بهش وصل میکنم و میتونم دو نصف شب یه هو پیانو بزنم واسه خودم و خیلی خفنه. به رسم شکل داری نشون میدی بچه که هدفون چه جوری. آره، ضروریات بعدی بذارین توضیح بدم براتون. من دقیقا از وقتی که اومدم اینجا شروع کردم زندگی کردن، میگرنم شروع شد. نمیدونم به خاطر تغییر یهوی آب و هوا بوده یا به خاطر مثلا ساعت بدنم یهو خیلی عوض شده یا فشار روم بوده یا اصلا نمیدونم چی،
سردردهای میگرنیم شروع شد توی یکی دو سال گذشته، خیلی 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 شدید شده. یعنی یه چیزیه که اصلا دیگه زندگی دارم میکنم باهاش، یعنی مثلا هر چند روز یه بار سردردم شروع میشه، هیچ مسکنی، هیچ چیزی روش تاثیر نداره. سردرد خیلی بده. اصلا فقط میتونم برم توی یه دونه اتاق تاریک، در رو ببندم، دراز بکشم و یه پک یخ بذارم پشت گردنم، همینجوری دراز بکشم. خیلی هم اولش حس عجیبیه ولی الان دیگه عادت کردم. یه کوچولو اون حالت شدیدش آروم میشه ولی کلا نمیره، به مرور زمان مثلا تا یک یا دو روز میشه که کلا بره. اینم قطره وینیه، اینجوری فرو میکنی تو دماغت و فشارش میدی و اسپری میزنه تو دماغت. وقتایی که خیلی آلرژی دارم، مثلا آلرژی فصلی دارم، دماغم کیپ 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 میشه، یعنی اصلا کامل اینجا بسته میشه، اینو باید بزنم که دماغم باز شه. اینم واقعا از وقتی که اومدم اینجا باز بکنم به خاطر آب و هوا و اینا بیشتر مثلا بدنم فلوناز. فلوناز آره، این دوتا چیزایی هن که مثلا باید همراهم باشه وقتی که مگه نفس نمیتونی بکشی یا وقتی که سرم درد میگیره. چیز بعدی که تو زندگی من باید باشه برنج. دو روز برنج نخورم این برنج نیست که برنج، برنج ایرونی. آره این برنجی که الان عطری داشتم دم دست که بتونم بیارم اینجا نشونتون بدم، اگر نه برنج ایرانی کاملا یه چیز دیگه است. برنج با هر غذایی اصلا اتفاقا من هر جو برنجی نیستم، نه اینجوری نیستم. ام تو برنج کوچیک دوست داری یا برنجی که خیلی ری میکنن بزرگ میشن؟ برنجی که ری میکنن و بزرگ من اصلا من برعکس اینم از اونا نیست. من برنج خیلی کوچیک دوست دارم، اینه که اصلا تو کلو کبابی ها از وقتا بهت میدن ریزه. برنج خیلی 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 هم برای پوست و مو خوبه، مخصوصا برای مو خیلی خیلی خوبه. نمیدونستم برنج دودی هم خیلی دوست دارم. وای الان مثلا فکر کنم 5 6 سال نخوردم میشه، من باورم نمیشه اینقدر برنج چیز خوبه. میخوای بخوری همینجوری؟ خب الان که آیتم بعدی احساس میکنم آدم ها دو دستن، آدمایی که عاشق کراکسن و آدمایی که از کراکس متنفرن. من هیچکی رو ندیدم که حد وسط باشه برخوردش نسبت به کراکس، یعنی چون که خیلی بیریختن آدم ها، یا خیلی ازشون بدشون میاد. دمپایی یا سرپاییه؟ اینو میشه بهم بگی؟ سرپایی کیه؟ این سرپاییو بته بهم. دمپاییه؟ من سرپایی هم شهیدم، حالا نمیدونم دلیلی که انقدر راحت گرفتمش دستم و دارم میذارم رو میز اینه که کلی زده و فونیش کردم قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم به ضبط کردن. واقعا کراکس چیز به درد بخوریه، مخصوصا مثلا ساحل و رودخونه و جایی که مثلا سنگ ریزه زیر پات و اینا هست. خیلی ها به عنوان فشن ولی پاشون میکنن اینو میرن بیرون. چیبیایی که روش میتونی بزنی دوست دارم خیلی، یه دونه 11 گذاشتم چون عدد شانس من 11. من اصلا نمیتونم پا برهنه، یعنی من دائم واسه همین میشه جز ضروریاتم، من همیشه باید دمپایی پا باشه. منم همیشه دوستم دمپایی داشته باشم. چند تا از دمپایی های بابات هم دوزیدم راستش، هر وقت میدونم خونتون چون بابات خیلی دمپایی های. الان که دیگه الان دیگه گذشته میدی، الان 10 سال با هم میدونی دیگه، الان کاری نمیتونم. امیدوارم که منو ببخشن الان که این ویدیو رو میبینن که دمپایی هاشون رو برشتم خیلی سال پیش. ببین از قصد که ندوزیدم، چرا اینجوری نگاه میکنی؟ از قصد که ندوستیدم، اصلا نمیدونم. اومدم خونه تو گفتم مثلا میتونم مثلا این دمپایی رو در قرض بگیرم، چون من میدونستی که دمپایی همیشه خیلی دوست داشتم. آره بعد یه دفعه مثلا اشتباهی باش رفتم خونه. قابل پیش بینی ترین آیتم ضروری برای من کتاب. برعکس گرفتمش. کتاب الان درسته؟ کتاب دیگه همه میدونن دیگه اصلا حتی لازم نیست توضیح بدم. معمولا سعی میکنم یه دونه کتاب نان فیکشن بخونم، یه دونه کتاب فیکشن بخونم. این دستگاه اسمش کیندله، روش میشه کتاب خوند ولی نور صفحهش چشو اذیت نمیکنه. کوچولوئه، میتونم همینجوری بذارم تو کیفم هر جایی که میخوام با خودم ببرمش، هر جایی که کتاب میخوام روش دانلود کنم. خیلی چیز باحالیه. این یکی هم فکر کنم خیلی قابل پیش بینی باشه برای همه، دفتر و خودکار. این یه حالت سررسید طوره، نه میتونم نشونه بچه بدم یا نه. این دفتریه که مثلا داستانا و شخصیت ها و چیزایی مثلا اینجوری که به ذهنم میرسه رو توش مینویسم. معمولا کلی داستانای نصف نیمه و شخصیت و کاراکتر و از اینجور چیزا دارم که اینا همش میره توی این دفتره. این 5 minute journal همه، هزار بار تا حالا نشونش دادم. اینم دفتر کار و کانتنت و اینامه که خود یوتیوب برام فرستاده. مثلا هر ویدیویی، هر چیزی که برنامه ریزی و نوشته و چیزی که لازم داشته باشه این تو می نویسم. این ایمان و کوروشن
زفتیم نه؟ کومان آره. خب آیتم آخر. I am Buzz Lightyear, Space Ranger. Not to worry, a Space Ranger fears. کلش تکون میخوره؟ من نه بابا کلش تکون نمیخوره. چرا شجا خوره؟ کلش تکون خور. چرا دروغ میگی؟ کلش تکون کلش تکون میخوره. چه ترس نه. من نمیستم کلش تکون میخوره. خفه شو عزیزم، دارم حرف میزنم. عاشق توی استوری بودم بچگی و واقعا یه کراش سنگینی روی باز داشتم. و کوروش اول دوستیمون یه مسافرت رفت، سوغاتی برای من اینو گرفت آورد و خیلی 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 دوستش دارم. بعدا اینجاش اسمم هم نوشتم. خب بچه ها، اینم از ضروریات من. مسلما خیلی چیزهای دیگه هم هست که یا الان به ذهنم نرسیده، یادم نبوده، یا خیلی بدیهی بودن، خیلی تابلو بودن، گفتن نداشتن، یا الان دم دستم نبوده که بتونم نشونتون بدم، ولی اینا چیزایی بود که نوبت من شد یا نه؟ آره نوبت تو. بیا. خب من زیاد وقت بچه رو نمیگیرم چون که من زیاد ضروراتی ندارم تو زندگی. من چند چیزی که دارم همه همراه همه. قلبم، عشقم به بچه ها، اصلا مثل من ذره نداره. این دنیا فانیه، ترسکیمونی عشقه. تماشا این از خدا. خب ضرورت اولم، دوست خیلی قدیمیم که بچه نشونش ندادم، که یکی از ضرورت من تو زندگیه. بیا بالا دزمو دوست. دوستم دز، اوه شهربار پاش نبود، اونجا رو سانسور کنی یا میام. دوست من دزمو دوست خارجیه. خب بچه فارسی زیاد بلد نیست و رفیقمه و ما با هم خیلی ساله که با هم رفیقیم. این ضروریات نیست کوروش. دزمو دوست راحته، جات راحته، خجالتیه، فقط تو گوشم حرف میزنه. آره خلاصه به نظرم دوست خوب یکی از ضروریات زندگیه. من و دزمو با هم دوستای خیلی خوبی هستیم. قربونت برم دزمو. بیا بوست کنم. نکن اذیتش. بگرم آیم سی چه قشنگیم با هم. چقدر بزرگه. میزی دزمو پا هم داره؟ وحشتناک دوستت کوروش. سانسورش کن آجی که شهر رو پاشیم دزمو. خب کار بعدی، ضروریت بعدیم. خب نمیدونم ضروریت حساب میشه این. خارجی‌ها بهش میگن EDC، خب everyday carry، یعنی چیزی که آدم تو جیبش داره وقتی میره بیرون از خونه، که واسه من خیلی مهمه. یه سریش رو الان نشون میدم ولی کامل الان همیشه همراهم نیست. خب ولی مثلا این جاسوسیشم که همیشه همراهمه، عکسشام قبلا گذاشتم تو اینستاگرام. یه دونه چراغ قوه داره روش، من چراغ قوه کلا دوستان همیشه همراهم باشه. چراغ قوه موبایل قد کافی قوی نیست، میبینی؟ اوف. علاقه زیادی به تیتانیوم پیدا کردم. میاد فکر کنم بدونی در طول روز بدونی. هم طولانی راجع به این جاکی آره چون هم سواک بچه ها هم خیلی قویه. این جا سویچیم JRW مارکش. خب کلا با کریکو میشه. یه سری کلمه ها همیشه دارم میگم اینا رو باید رو صفحه بیاری. خب این میره روی این شکلی روی اوه تیری پنه کن. خب این اون هیچ وقت نمیفهمم چیه. خیلی هم راجبش شکل کلیده بچه ها. اینه شکل کلیده. خب تیتانیوم هم هست ولی برای باز کردن مثلا چیزاست. مثلا یکسی بخوای از اینجوری چیز کنی. آه دقیقا خودت رو نمیدونی چیه. فرایبار بشه بابا. مثلا فکر کن یه جعبه رنگه میخوای باز کنی. مثلا یکسی میخوای پاره یه جعبه داری میخوای باز کنی. یه اهرام خوبیه به درد میخوره. مثلا یکسی چسبی رو میخوای برداری از جایی خیلی به درد میخوره. من اینو خیلی استفاده میکنم خودم. نایس گای کمپانی اسمش. اون یکی چراغ قوه هم آورده. این چراغ قوه هم دوباره تیتانیومه. تو ویدیو فکر کنم قبلا نشون داده بود. مارکش از اوکلوما. این یکی هم اولایت مارکش. کلا چیزای تیتانیومی هر چی باشه من دوست دارم. این چراغ قوه اصلا هر چیزی که آره دیگه بچه‌ها خودشون میدونن. بچه‌ها این کارا خودشون میدونن. خب آیتم بعدی رو قبل از اینکه نشون بدم بعد بچه‌ها یه بکسوری بدم، یه توضیح بدم. من کلا تو زندگیم با بیماری‌های زیادی دست و پنجه نرم کردم. چیزای مختلف، از مشکلات معده، سیستم ایمنی بدن، خون، تیرویدم، چشم، همه چی. خیلی مشکلات زیادی داشتم که مطمئنم هممون تو زندگیمون کلی مشکلات داریم. برای همین رو خیلی سو حساسم. یه سری داروها همیشه به همراهم باشه. مثلا تو یه مدت زیادی که داروی تیروید می‌خوردم ولی الان مثلا واسه معده‌ام خیلی وقتا دارو همراهمه. چون خیلی وقتا ایکس می‌خورم حالم بد میشه. بس حال بعد متنفرم از حالت هوا، یعنی ترس دارم، میلرزه بدنم وقتی که حالم بد باشه، اینقدر بدم میاد. شاید بقیه، شاید یه سری آدم دیگه هم اینجوری باشن. جدای اون چند وقت پیش، مثلا یه 6-7 سال پیش، من یه مریضی خیلی بدجوری گرفتم. معلومم نشد آخر چی بود، ویروس بود چی بود، که با من مثلا 6 ماه موند. اولش مثل سرماخوردگی بود،
بعد هی بدتر شد، مثل یه سرماخوردگی خیلی سنگین بود. بعد هی بدتر شد. بچه‌ای که تجربه کردن همچین مریضی طولانی مدت رو میفهمن چی میگن، قشنگ تاثیر میذاره روت. یعنی اصلا یه آدم دیگه شدم، قبلش اسب تازی بودم میدونی، قرشی داشتم، موهای بلندی داشتم پرپشت، ولی همش چیز شد. خلاصه اینو می‌خواستم بگم، بعضی مریضی من یه ذره وسواسی شدم. یعنی اون کسایی که خیلی بهم نزدیکن و دور و برم میفهمن، نمیذارم همه بفهمن، ولی کسایی که خیلی بهم نزدیکن میدونن که من خیلی روی سری چیزا خیلی وسواس دارم. مثلا دستمو فکر کنم مثلا روزی 100 بار میشورم. روی سری چیزای خاص اینجوری هم. یعنی رو همه چی حساس نیستم. بر همین تو این کیفم سری که خیلی استفاده می‌کنم، این ضد عفونی کننده است، هند سانیتایزر و دست الکل پیورل. یک دیگه که به من خیلی کمک کرد که خیلی کمتر مریض شم، بی پروپولیس. بچه ها این یه نوع ماده‌ای که از زنبور گرفته میشه، این اسپری میکنی توی دهنه تو گلوت خب، و باکتری‌ها رو از بین میبره. من اولش کلا سر این چیزا اینجوریام که همش دروغ و مارکتینگ و فلان اینا، ولی احساس میکنم این خیلی تاثیر گذاشته. چیز بعدی که خیلی استفاده میکنم، بچا داروها رو دارم نشون نمیدم ها، چون که دارو هر کی بعد بره پیش دکتر و اون چیزی که درست واسش استفاده کنه، برای همین نمیخوام بگم مثلا من این دارو رو استفاده میکنم اون دارو استفاده میکنم برام میدم، ولی مثلا یه 20 دارو مختلف دارم واسه معده‌ام و مشکلای دیگه. بعد این ویتامین سی و الدنبری با بلوبری و با یه استاره یه گیاه، یک اسمش رو رفته نمیدونم چجوری گفته میشه، ایشینیاکا نمیدونم، هرچی از گله، همه اینا برای سیستم دفاعی این خیلی خوبه. بقیهش همش دارو اینجور چیز هست، این تو که چیزی که نیاز دارم برای زنده موندن. خب آیتم بعدی این نعله اسب است. نه این نعله اسب و کلا نعله اسب، من یادگاری از مامانمه. مامانم همیشه یه دونه گردن نعله اسب داره گردنش، و من خیلی کوچیک بودم یه دونه به من داد، و کلا این یه چیزی بین من و مامانمه که همیشه این یه نشونه از اونه. برای چیزی که خیلی دوست دارم همیشه یه دونه میذارم رو خودم، یه دونه اولین تتو یه نعله اسب بود، و همیشه وقتی میبینم یاد مامانم میافتم و دوستم خیلی شانس واسم میاره. خب این یکی از مهمترین چیزایی که تو زندگیم دارم، نه کلا این گیتار، کلا گیتار تو زندگیم خیلی مهمه، ولی به خصوص این گیتار، چی که این گیتار رو میواستم خریده و یکی از بالاترین کادوهایی که تو زندگیم گرفتم و خیلی استفادهش میکنم، هر روز باش میزنم و خیلی دوستش دارم. کلا گیتار و موزیک زندگی من عوض کرد، و اگر من گیتار نداشتم اصلا این آدمی که الان هستم نبودم. نه که آدم خاصی باشم، ولی هر جای دنیا برم با یه گیتار بام باشه، اگر نباشه، اگر بدونم طولای مدت جایی هم، حتما اونجا میرم یه گیتار میگیرم و باش گیتار میذارم، چون که خول میشم اگر که گیتارم همراهم نباشه. منم خول میشم اگه تو گیتارم رو نباشه، چون با هم دیگه میذاریم میخونیم همیشه. خب آیتم ضروری بعدیم تیشرت سفیده. فکر کنم بچه گفتم این اون تیشرت سفیدی که قبلا نشستم هم نیست. من شبا باید حتما با یه تیشرت سفید بخوابم، وگرنه اصلا خوابم نمیبره. من کلا گفتم به بچه‌ها که یه سری چیزا دارم، یه سری چیزا باید یه سری جای خاص باشه، یه سری کارا باید همونجوری باشه، وگرنه اذیت میشم. نمیدونم به این چی میگم، شاید رو همه چی اینجوری نیستم، رو بعضی چیزا هستم. رو بعضی چیزا باید اونجوری باشه که اگر اونجوری نباشه فکر کنم وای الان چه اتفاق بدی میفته که مثلا سفید نپوشیدم. مجبور باشم میکنم، ولی ترجیح میگم. این تیشرت وقتی که 20 سال یه تیشرت نگهداری هی بپوشی هی بشوری، بابا این تازه خوبه است، این تازه خوبه است، اونی که خراب شدن نیوردم، گفتم دیگه خیلی آبروریزیه، این تیشرت خوبمه. دیدن همه رو بچه این چقدر قشنگه، میدونی جریان هوا توش خیلی بهتره. خب جدا اون تیشرت مشکی و شعرچینم که دیگه همیشه تنمه دیگه، این تیشرت جین، این تیشرت های مختلف سیاهی دارم، ولی این شعار جین فقط همین یه دونه. آره همیشه این شعار جین همیشه پامه، اینقدر زیاد پامه جنگل میری همین پاتر یه گوشیو میکنم تو چیزم جاش پامه. مونده نه جاش افتاده اینجا معلومه. آره جای گوشی. آره خب آیتم بعدی شمه. فکر کنم خیلی گفتم شم خیلی دوست دارم. خب خیلی دوست دارم که مثلا خونم یا کسی میاد پیشم یا خونه باشه بوی خوبی بده که یادش میمونه که این آره دیو از وقتی یه بوی و یه بوی خوب میاد یادم مثلا چیزای خوب میاد، مثلا بوی آتیش سوختن وقتی هر دفعه من چیز میکنم یادم مثلا شمال و خاطره خوب میافتم، چوب سوختن. من دوست دارم که همیشه خوشبو باشه جایی که هستم، که هر وقت یه بوی خوب میاد میگم کوروش. این برندش از دیپتیک، این بوش خیلی سان، خیلی بوی مردونه ای میده، تنده یه ذره، خیلی تنده، بو خیانتی میده. آیتم بعدی که تو بچه آوردم ورق بازیامه. تازه اینا یه سریش خیلی بیشتر از اینه. بچه ها اگر میخواین مخ طرف مقابلتون رو بزنین، شوهده بازی تن راهشه. میا بگو، میا بگو که خب شوهده بازی هم چجوری من مخ تو رو زدم و عاشق من شدی. اولش اصلا اینجوری نبود، دو تا شوهده بازی، دو تا بره اینجوری رو سکس زدن، اینجوری بود که آه تمام شد، تمام شد، بره یه دست رو سکس زدن،
یه از یک تا ده تو دلت بگو. بلند بگو. تو دلم بگم یا بلند؟ بلند بگو. بلند بگو. چهار. نوکرتم. نوکرتم. اینجوری بود که مختادم. بچه ها اینجوریه. کلا برق بازی خیلی دوست دارم. این برای مندلورینمه، این لورد آف دی رینگزمه، هری پاتر دارم، این بایسیکله، این اصلش ایناست، اصلش ایناست، میدونی؟ از بچگی هم برق بازی دوست داشتم. من یه مشکلم اینه که حکم بلد نیستم و جاهایی که 21. 4 نفریم خیلی زده حالم. 21 هم بلد نیستم. اینجا نکن، اینجا نکن بچه ها. میبینن اینو بچه ها الان؟ خب آیتم بعدی، هر دستگاهی که میتونم باهاش موزیک ضبط کنم. من الان خیلی با این لپتاپم دارم کار میکنم خب، ولی با هر دستگاهی که داریم، با پی سی تون، با گوشیتون، خیلی وقتا وقتی مثلا یه ایده جدیدی واسه آهنگ نوشتم میاد ذهنم، این وایس گوشیمو میارم بعدتون رکورد میکنم. چون سعی میکنم لیریکی که آهنگ بگم. خیلی زایاس نمیخوام. کلا همیشه دارم سعی میکنم که هر وقت ایده ای به ذهنم رسید ضبط کنم، بعد ایده رو بعدا برمی‌دارم تبدیل میکنم با آهنگ. الان که دارم رو کارهای آلبوم کار میکنم داره تمام میشه. آهنگ نوشتن خیلی پارت مهمی واسم تو زندگی. آیتم بعدیم، چون که میا برنج آورد، گفتم منم یه خوراکی بیارم. چیپس به نظرم من بهترین خوراکی دنیاست. من هر روز و هر هفته میتونم چیپس بخورم و هیچ وقت دلمو نمیزنه و عاشق چیپسم. من این بسته کوچیکه که در عرض یه ثانیه تمام میکنم، ولی بزرگترا همیشه تو خونه‌مون چیپس هست، چه که همیشه حواس میکنم و خیلی چیپس دوستم. زیاد چیز خوبی نیست واسه آدم، ولی من خیلی دوست دارم. همین، من فکر کنم همه چیزایی که دوست داشتم نشون دادم بچه‌ها. بعدش هم این لیست فکر میکردم، ولی خیلی سخت بود. همچون که خیلی چیز زیاد داشتم به بچه‌ها می‌خواستم نشون بدم. همین که 10 تا رو انتخاب کردن کار سخت بود. من الان هی دارم همینجوری یادم میاد اساسا. و کلا به این فکر که هیچ وقت اون لحظه سم اینجوری فکر کنم که چه چیزایی مهمه واسه هم زندگی، چه چیزایی نیست و اینا. مهم‌ترین چیز زندگی بچه‌ها شما این. خیلی دوستتون دارم. مرسی از اینکه اینو دیدید. خدافظ.